رویدادی که امروز قرار برگزار بشه، خب 22 دورش هست که در توسط دانشکده ما برگزار میشه داخل دانشگاه امیرکبیر. و خب به این روند هستش که یک تعداد سوال، حالا سوالای برنامه نویسی در یک فیلد خاصی مطرح میشه و حالا تعدادی از تیم ها به حل اینها میپردازن و حالا یه تعدادی منتخب برای مقامات بالاتر انتخاب میشه. چه تعداد شرکت کننده هستن؟ امسال حالا با توجه به اینکه بعد از چند سال دور بیماری کرونا داره اولین دوره حضوریش برگزار میشه، حدود 57 تیم ما تونستیم پذیرش بکنیم که هر تیم هم حد اکثر 3 نفر تشکیل میده و در مجموع حدود 171 نفر امسال. از کدام دانشگاه؟ از دانشگاه سراسر کشور امکان شرکت داشتن داخل رویداد. و همه تیم هایی که شرکت کردید شرکت کنندگان حضوری هستند یا شرکت کننده غیر حضوری؟ امسال رویداد فقط حضوری برگزار میشه. بله. و بعد از برگزاری نحوه داوری ها و امتیاز دهی چگونه است؟ نحوه داوری بر حسب تعداد سوالی که هر تیم حل کرده و پاسخ درست رو داده گزینش میشن و حالا بهشون بر حسب مقامی که داده میشه حدود، اگه شما میکنم سهمیه امسال بر دانشگاه ما 4 تیم یا 3 تیم باشه، 3 تیم برتر صعود میکنم به غرب آسیا. محورهای مسابقه و محورهای اونجا که تیم ها با هم دیگه رقابت میکنن را میفهمید که چی هست؟ محوریتش توانایی حل مسئله هست توی حوزه برنامه نویسی که حالا باید ببینید چقدر توانایی این رو دارن که بتونن مسائل رو به خوبی و حالا به نوعی چقدر میتونن که این روند رو تکنه. داوران هم از دانشجویان هستن یا نه از اساتید هستن؟ داوران از متشکل از دانشجویان فعلی دانشگاه و دانشجویان فارغ التحصیل است. بسیار خوب، نکته دیگری هست؟ نه مرسی. خیلی متشکرم آقای محمد حسین زینالزاده، دبیر برگزاری 22 دوره مسابقات برنامه نویسی دانشگاه امیرکبیر. توضیحاتی رو درباره چگونگی برگزاری این رویداد برای